سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی افغانستان و جهان. مسئولان وزارت مالیه میگویند که جامعه جهانی با تعهد خود که گفته بودند 50% کمک‌هایشان از طریق حکومت مصرف شود عمل نکردند. آنان می‌افزایند که برای رسیدن به خودکفایی سیستم‌های نهادهای عایداتی را برقی می‌سازند. با گفته آنان افغانستان توانسته از شرایط صندوق جهانی پول را تکمیل کند. صادرات جلغوزه به چین تعلیق شده است. اتحادیه صادرکنندگان جلغوزه به چین میگویند که برای اداره های مربوط بازارهای بدیل را پیشنهاد کردند، اما تا حال در این مورد اقدام نشده است. وزارت زراعت چین را بهترین بازار جلغوزه کشور عنوان می کند. چرا ویروس کرونا موجب سقوط بهای نفت شده است؟ احتمال دارد بزرگترین کشورهای تولید کننده نفت با عنوان ابزار برای مقابله با پیامدهای شیوع ویروس کرونا تولید نفت را کاهش دهند. در حالی که درخواست برای اقدام جهت حمایت از بهای نفت افزایش می‌یابد، انتظار می‌رود نمایندگان سازمان اوپک و سایر کشورهای بزرگ تولید کننده نفت تشکیل جلسه دهند. از ماه جون تا اکنون بهای نفت 20% کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح در یک سال اخیر رسیده است. دوباره برگشتیم بیننده های عزیز و محور بحث امروز هم در رابطه با انتقاد از جامعه جهانی به عملی نکردن تعهداتش و بیشتر گفته شده بود که این مصرف برای فساد خواهد بود. و اینجا برای بحث بیشتر عبدالقادر جلانی آقای مسئول اقتصادی اینجا با ما هستن. آقای جلانی سلام بر شما و خیلی هم خوش آمدید. علیکم السلام، تشکر. سلامت باشین. آقای جلانی، جامعه جهانی تعهد کرده بود که 50% از کمک‌هایش از طریق بودجه حکومت به مصرف خواهد رسید و بیشتر تاکیدشان بر این بود که این پول‌ها باید در مبارزه با فساد باید مصرف شود. به نظر شما چرا به تعهدشان عمل نکردند؟ کمک‌های جامعه جهانی به شکل مشروط به افغانستان صورت می‌گیرد. در طی 18 سال کمک‌های هنگفتی صورت گرفت، ولی اوضاع اقتصادی و اوضاع اجتماعی و زیستی که ما می‌بینیم هیچ تغییری به میان نآورد، به خاطر از اینکه حکومت نتوانست که برنامه‌های خود به شکل درست تطبیق کنه. البته یک مشکل عمده بوده در طی سال‌ها، اما با آمدن حکومت وحدت ملی باز هم این مشکل ادامه پیدا کرد که تا به امروز ما نتوانستیم که امو اهداف را، امو تعهداتی را که ما به جامعه جهانی داشتیم او را ما به شکل درست انجام بدیم تا کمک ها افزایش کنه. ولی در فساد که یکی از شاخص های مهم بود که با جامعه جهانی ما داشتیم، البته ما هیچ پیشرفتی نداشتیم، بلکه پسرفت داشتیم، بلکه مشکلات داشتیم، چالش های بزرگ داشتیم که عواید ما هم روز به روز از دست ما میره، قاچاق بیشتر میشه و در ادارات دولتی بخصوص در بخش گمرکات ما فوق العاده ما شاهد این مشکلات بودیم و منبع مشکلات گماشتن افراد غیر مسلکی بود که ما نتوانستیم که با مو اهداف تعیین شده برسیم. ببینین، یک مثالش گمرکات کشور است. گمرکات کشور یکی از منابع اساسی درآمد حکومت به شمار می رود، اما به این منبع درآمد ما با گمرکات ما برخورد سیاسی صورت می گیره. گماشتن افراد غیر مسلکی مانند ایسای قدرت، معین عواید و گمرکات که یک سلسله مشکلات را ایجاد کرده، این خودش سبب ازی میشه که ما عواید ما از دست میره و هدر میره، ضایع میشه و سبب اصلیش اینمی گماشتن افراد غیر مسلکی است در گمرکات که حتی تا یک روز در گمرک کار نکرده و میه و یک اداره که درآمدهای ملی را مدیریت میکنه و در رأس اداره قرار داده شده که خودش یک سوال برانگیز است، این خودش که باید حکومت پاسخ خزی را بگوید. حالا از دید شما آقای جلانی این موضوع چقدر میتونه نگران کننده باشه؟ ببینین، این مستقیما تاثیرات داره بالای کمک های جامعه جهانی، بالای کمک هایی که بانک جهانی به افغانستان انجام میده، این تاثیرات منفی داره. یک مثال، ما یک برنامه تشویقی داشتیم به نام ای پی که به شکل درست در سابقه تطبیق شده بود که در حدود 25 میلیون دلار به افغانستان کمک صورت گرفته بود، اما او برنامه هم به دشواری ها
برخورد غیر مسلکی که صورت گرفت کارهایش متوقف شده که خودش سوال است. این باید این سوال باید بازپرس صورت بگیره که کی هاست که مانع تطبیق برنامه میشه، خودش یک سوال است. ما که ببینیم در گمرکات مثلا اصلاحات و ریفرم که یکی از شاخصهای مهم بود که ما به جامعه جهانی داشتیم، به بانک جهانی داشتیم و ما نتانستیم که در او هم پیشرفت قابل ملاحظه را داشته باشیم و سبب اساسیش باز هم میگیم که یک شخص است که همه گمرکات مدیریت میکنه و او هم مدیریت غیر مسلکی و که یک بسیار یک شخص ضعیف ایسای قدرت که ایره مدیریت میکنه توان ازیرا نداره. ایره باید واضح بگوییم و ایره هر فرد جامعه ایره حق داره، به خاطر ازی که هر فرد جامعه مالیه را میپردازه و هر تاجر هر دکانداری که اموال وارد میکنه او محصول گمرکی را میپردازه. بناهن ای خودش به یک اقدام جدی جلالت ماب رئیس جمهور داره و با آمدن حکومت جدید که جلالت ماب رئیس جمهور غنی در رأس آن است، باید این موضوعات باید جدی در نظر بگیره و اقدامات لازم صورت باید بگیره. افرادی که غیر مسلکی است، برخوردشان با تجار ما، با سکتور خصوصی ما خساره میرسانه و سکتور خصوصی ما را متضرر میسازه، باید سبکدوش شوه، باید به جای از او افراد شایسته باید مقرر شوه که در این بخش تجربه داشته باشد. آقای جلانی، گمرکات که یکی از منابع عایداتی ما در کشور است، از دید شما چرا در اینجا برخورد سیاسی میشه در همچون مکانهایی که ما میتونیم عواید خوب به دست بیاریم؟ ببینین، افرادی که تقرر پیدا میکنه افراد غیر مسلکی است، یعنی نمیتونه که گمرکات درست مدیریت بکنه و مسائل گمرکی کاملا یک بحث تکنیکی است و یک فردی که یک دو روز در پول و پلچک کار کرده باشه او بیا و معین عواید گمرکات مقرر شوه، او چطور میتونه که مشکلات درست حل بکنه؟ ما یک نمونه زوره هم دارم که من خود ما او را دیدم. یک نمونهش ما ایجا آوردم که بسیار برای ما جالب بود که یک نمونه از این نمیست. مثلا به ولایت‌های شمال تعرفه یک تعرفه تعیین شده، ولی دیگه طرف که میبینیم به ولایت‌های مشرقی ما تعرفه دیگری تعیین شده. یعنی تعرفه در بین تعرفه یک فرق خطیر وجود داره. بنان ای به کدام اهداف، به کدام قانون ای صورت میگیره و ای آیا ای صلاحیت یک معین است که ای کار صورت میگیره؟ این مسائلی است که همه بررسی میشه. بانک جهانی را میبینه، این موضوعات جامعه جهانی را میبینه و امو اهدافی را که ما داریم به او باز رسیدگی خودش یک دشوار برای ما واقع میشه. ببینین مثلا به طور مثال یک تلویزیون چینایی است که قیمت از محصول اصلی از 1,000,000 افغانی تعیین شده بر اساس قوانین کشور، ولی ببینیم که جناب معین صاحب او را تقریبا 800,000 افغانی او را تعیین کرده با ولایت های مشرقی، ولی دیگر طرف که میبینیم عین جنس تعرفه از او که 1,000,000 افغانی تعرفه اصلی آن است او را باز آورده به 700,000 افغانی آورده. این نشانده چی است؟ یک برخورد غیر مسلکی و به اهداف شخصیشان، اما اغراض شخصی که داره به خاطر ازو کار میکنن، فعالیت میکنن. ببینین با تجار ما که به یک تعداد تجارا معامله کردن همی کار را انجام میتن. آیا شمال افغانستان و مشرقی افغانستان فرق داره؟ شرق و غرب افغانستان فرق داره؟ وقتی که رئیس جمهور در بیانهای خود بارها را میگه که هیچ افغان از افغان دیگر برتر نیست، هم افغان که هستن، هم افغان ها که هستن، حقشان یک حق است و همه میتونن که به همه ادارات، به همه اطلاع رسانی، به معلومات دسترسی کامل دارن. یعنی این به معنی از این است که ما هم حق ما مساوی است، یعنی هیچ کس از دیگر کس برتر نیست، بهتر نیست. ببینین قانون عام است، باید در همه افغانستان قانون به شکل یکسان تطبیق شود، اما متاسفانه برخورد به ولایت های مشرقی یک برخورد صورت میگیره، هیچ قانون در نظر گرفته نمیشه. باز به همه ولایات، به همه رؤسای گمرکات کشور هدایت داده میشه که همی یک چیزی شخصی را که یک تعرفه شخصی را که جناب معین صاحب عواید گمرکات ایسای قدرت تعیین کرده اونم تطبیق میشه. اصلا این خلاف قانون است، این کار به صورت نگیره. و همه نهادهای معتبری که با افغانستان کمک میکنن، چه نهادهای مالی است، چه نهادهای تمویل کننده است، چه نهادهای
ناظر است که به افغانستان کمک میکنه و دونرهایی که به افغانستان کمک میکنه، این همه حالات را درست بررسی میکنه و در جایی که یا سوال داشته باشن بناهن یا معلومات یا مو کمک های خود را کاهش میتن، بناهن اگر حکومت پلان ازی را داشته باشه که اصلاحات بنیادی را در گمرکات به میان بیاره، باید این شخص را دور کنه، یک شخص را باید استخدام کنه که از پروسه شفاف اصلاحات اداری و خدمات ملکی باید کار گرفته شوه و این قانون باید در گمرکات تطبیق شوه. و بعد از او که ما اکادمی ملی گمرکات داریم، هر کسی که از او تقریبا یک برنامه 6 ماه هست، از او هر کسی که فارغ میشه بعد از او میره به کانکور و امتحان میته با مو قوانینی که ما داریم، اونمو پروسه هایی که در اصلاحات اداری و خدمات ملکی داریم، امو را باید طی کنه و بعد از او باید تقرر حاصل کنه. بناهن خودش یک سلسله مشکلات در گمرکات ما ایجاد کرده. ما در گمرکات فوق العاده یک ظرفیت بسیار خوبی داشتیم و تا به امروز ما ظرفیت بسیار خوب داریم. رئیس عمومی گمرکات ما داریم که فوق العاده در کارهایشان سالها تجربه دارن. مثلا در بودیجه ما فوق العاده استعدادا داریم، فوق العاده پتانسیل داریم. مثلا در بخش های دیگری وزارت مالیه، در بخش پالیسی هم ما یک سلسله چی داریم، ظرفیت ها داریم، باید از او کار گرفته شود. بناهن گماشتن افراد غیر مسلکی ای اصلا خلاف قانون است. وقتی که ما میگیم که تجربه، تحصیل، 60 سالاری در نظر گرفته میشه، بناهن ای اصل باید در همه ادارات کشور بخصوص در بخش گمرکات ما باید این تطبیق شود و از این استفاده شود تا ما بتونیم که جلوی فساد بگیریم. چقدر میتونه که بیشتر جامعه جهانی را نسبت به حکومت افغانستان به اعتبار بسازه و اونا نخواهن که همین طوری که وزارت مالیه اشاره کرده 50% از کمک هایشان بعدن از طریق بودجه حکومت مصرف کنند؟ آیا کمک هاشان در افغانستان ادامه خواهد ببینید؟ کمک ها مشروط است. این ما بارها از تریبین آریانا نیوز گفتیم که بارها گفتیم که کمک ها مشروط است. مشروط به پیشرفت ما شماست. به هر اندازه‌ای که ما پیشرفت میکنیم، با مو اندازه کمک ها به افغانستان صورت میگیره. و وقتی که یک منبع اساسی که تقریبا 48 الا 50% اواید را ما از گمرکات جمع‌آوری میکنیم و در گمرکات به چنین مشکلات روبرو باشیم، بناهن یک خیال است، یک محال است که ما بگویم که کمک های جامعه جهانی بیشتر صورت میگیره. موضوع فساد کی هاست که فساد انجام میده؟ سالهاست ما میگیم که در گمرکات فساد است، در وزارت مالیه فساد است، باز میگیم در وزارت داخله و سایر اداراتی را که بالعموم این را گفته میدونیم که در حکومت فساد وجود داره. اما شما فساد میتونین که افرادی که بیشتر در موضوع فساد دخیل هستن کی هست؟ ببینین یک موضوع ما میتونیم که با وضاحت بگویم، گماشتن افراد که اصلا غیر مسلکی است، این هم میتونه که سبب ازی شود که ما اواید درست مدیریت کرده نتانیم و سبب ازی میشه که گمرکات ما به شیوه درست مدیریت نشود. این یک موضوع است. دوم تعینات سیاسی، مثلا گماشتن افراد بر اساس روابط سیاسی نه به ضوابط و قوانین. وقتی که قوانین در نظر گرفته نمیشه و یک فرد میره با از او روابطی که به ارگ داره، از او حلقاتی که آنجا مصروف کار هستن روابط دارن، با اساس همون روابط، یعنی این را واضح تر بگویم که در بدل کرسی و در بدل یک موقف پول میپردازن. مثلا مثالش اینمی موین اواید و گمرکات است. یک مثالش اینمی است، یک فردی که یک روز در وزارت مالیه کار نکرده می به حیث موین اواید و گمرکات تعیین میشه که خودش خلاف قانون است و این سبب ازی میشه که فسادم گسترش پیدا میکنه و فساد گسترده فلحال که از مستقیما از شخص خودشان صورت میگیره. به همه ما ایمیلشان هم دارم که جنابشان به همه رؤسای گمرک ایمیل میتن که باید چیزی را که جنابشان میگه باید اونمو تطبیق شود، که یکی از امثالشان ما دارم که ایمیل روان میکنن، تقریبا مستقیم ایمیل روان میکنه که چیزی را که موین صاحب خودشان میفرماین باید اونمو تطبیق شود، یعنی فرمایش خاصشان است که در گمرکات تطبیق میشه. یعنی خلاف قانون. این کاملا خلاف قانون است.
و این سبب از این میشه وقتی که ما میگیم که بانک جهانی با ما کمک میکنه که در عرصه فساد باید ما مبارزه داشته باشیم، مبارزه جدی، باید دستاورده ملموس و محسوس داشته باشیم، ما به آن اهداف نرسیدیم. اینا بارها برین در بازار از تجار بپرسین، از دکاندار بپرسین که در چی وضعیت هستن. انوز تجار ما به این مطمئن نیست. وقتی که یک کارمند وزارت مالیه میره و او امو مالیهش تثبیت و تعیین میکنه، تثبیت میکنه، او را او قبول نداره. انوز ما سیستم در مشکلات در سیستم هم داریم و هر قدری که ما سیستم انکشاف بتیم و افراد غیر مسلکی را ما استخدام کنیم باز هم با چنین مشکلات مواجه میشیم. وزارت مالیه گفته که ما برای مبارزه با فساد و کار بیشتر ما میخواییم که سیستم ها را برقی بسازیم، برای از اینکه معاید بیشتر جمع آوری کنیم و بتانیم جلو و فساد را بگیریم. چقدر شما فکر میکنید که از این سیستم ها با شکل درستش استفاده خواهد شد؟ ببینید، ما سالها را امروز نه بلکه سالها پیش هم داشتیم ما این سیستم ها را. این سیستم های نیست که امروز ایجاد شده باشه، سیستم ها سابق مانده، ولی گماشتن افراد غیر مسلکی مانند ایسای قدرت، اینمی یک فرد غیر مسلکی آمده فی الحال، ای چطور بتونه که مثلا سیستمی از سیکوردار درباره از ای معلومات داشته باشه و ای را درست مدیریت کرده بتونه؟ ای حتی ظرفیت از ای را نداره که رؤسای خود درست مدیریت کرده بتونه. از هر رئیس خود به شکل تعهد میگیره که خلاف قانون است، یک تعهد به خاطر اغراض شخصی یک تعهد میگیره که خلاف قانون است. ببینید، وقتی که ما میگیم که در ریفورم و اصلاحات، ریفورم اصلاحات یعنی چی؟ اصلاحات فقط در سیستم ها نه، فقط در گماشتن افراد باید بسیار از احتیاط کار گرفته شود. افرادی رو ما استخدام کنیم که از پروسه شفاف که پروسه اصلاحات اداری و خدمات ملکی است که این باید در گمرکات تطبیق شود. و موضوع دیگری است که وقتی که ما گمرکات ما به شکل درست مدیریت نشود که طالبان هم عین تعرفه دارن، به همین شکل طالبان تعرفه میتن، به همین شکل به مو شکلی که غیر مسلکی تعرفه میتن و فی موتر یا تعرفه را تعیین میکنن، مثلا 50,000 یا مثلا 100,000 یا 500,000 این را تعیین میکنه، به عین شکل ما هم تعیین میکنیم. این به معنی از این است که ما یک اصلا هیچ یک نظام اقتصادی درست نداریم و طالبایی که نظام اقتصادی ندارن و او آنهایی که حکومت منظم ندارن، آنهایی که هیچ حکومت، هیچ دیوان و دفتر ندارن و هم تعرفه را جمع‌آوری میکنن، باید با اون شکل ما جمع‌آوری میکنیم. ببینین، ما قانون گمرکات داریم، در عین زمان ارگانهای عدلی و قضایی داریم، ارگانهای امنیتی داریم، باید که تعرفه گمرکی به شکل یکسان در همه ولایت تطبیق شود، نه به خاطر اغراض شخصی خود یک شخص بیاید که 1,000,000 افغانی تعرفه اصلی است، محصول اصلی است، او را بیاره به 800,000 افغانی. بنان این چیزایی است که فساد گسترش میده و سبب از این میشه که در ادارات وزارت مالیه فساد بیشتر شوه و عواید ملی ما با چالش مواجه شوه. خیلی سپاس عبدالقادر جلانی، آقای مسئله اقتصادی از یک شما در زیربنا داشتیم. تشکر. با بیننده های عزیز، حال توجه کنید به نرخ شما از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. سپاس بیننده های عزیز از این که تا این دم با ما بودین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.